مهمان من سالها در عرصه های سیاسی و اجتماعی افغانستان فعال بوده و هم اکنون رئیس یک نهاد مهم خدماتی در افغانستان است. در دانشگاه ملی ایران لیسانس و فوق لیسانس در ادبیات فارسی گرفته و در مسلم کالج لندن فوق لیسانس در رشته مطالعات اسلامی. در دوران جنگ گروه های مجاهدین افغان علیه نیروهای شوروی برای چند سال سخنگو اونها در لندن بود. میگوید یکی از مهمترین دستاوردهای 10 سال اخیر در افغانستان پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف بوده. ولی نقش خود او در این موفقیت‌ها چه بوده؟ آیا با خروج نیروهای خارجی از کشورش این دستاوردها را در خطر نمی‌بیند؟ خانم فاطمه گیلانی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. زنده باشید. تشکر. خانم گیلانی، شما در مصاحبه گفتید که مسئله زن در افغانستان یکی از افتخارهای بزرگ 10 سال گذشته است. دقیقاً منظورتون چیه؟ در کدام عرصه زنان باعث افتخار بودند؟ خب شما ببینین، اگر ما تغییرات بزرگی که در افغانستان در 12 سال اخیر آمده یا 11 سال اخیر، به نظر من حقوق بشر، حقوق زن و آزادی کلام، آزادی سخن یکی از مهمترین کارهای بوده که شده. درست است که در همه افغانستان نیست، اما در قانون اساسی جای داره و هم تغییرات بزرگ در شهرها آمده. زنان امروز اگر شما مقایسه کنین با زنان 13 سال پیش، اصلا مقایسه نمیشه. زن 13 سال پیش حتی نمیتونست پیش دکتر خودش بره، درس نمیتونست بخونه، دانشگاه نمیتونست بره، نمیتونست که حتی یک کار عادی زندگی خود بیرون از خانه بکنه. امروز ما زن افغانه داریم که استاد است، زن افغانه داریم که دیپلمات است، سفیر است، وزیر است. در پارلمان بیش از 25% کرسی ها را زن افغان در اونجا هست و کارهای مهم هر روز زندگی یک سیش به دست زن است. البته باز میگم که در شهرها امروز یک واقعیت داره، اما بیرون از شهرها مخصوصا در دهات هنوز واقعیت پیدا نکرده. به مو خاطر ترس ما میست که باز دوباره ریشه این باد نبره و به هوا نشه. و حالا خانم گیلانی، درسته این مسئله که شما گفتین و به خصوص در مورد پارلمان که 25% زنان در پارلمان زنان هستند، ولی بعضی انتقاد میکنن که نقش به خصوص زنان در پارلمان یک نقش فعال و مؤثری نیست، بیشتر سوریه. نمونه هم میارن که در مواردی که حتی لوایحی که علیه زن بوده در پارلمان مطرح شده و این زنها نه تنها علیه اون بلند نشدن، بلکه در موارد حتی رأی دادن بهش. یعنی اینکه زن در اونجا هست، درسته، ولی نقش خودش رو ایفا نمیکنه در اونجا. و این میگن که این نقطه ضعف و 10 سال فرصت زیادی بوده برای زنان که ازش استفاده نشده به اندازه کافی. من فکر نمی کنم که 10 سال فرصت زیاده بوده باشه. وقتی که ما 10 یا 11 یا 12 سال پیش آمدیم، ما 24 سال جنگ گذشتانده بودیم. همه چیز خراب شده بود. ما وقت کار داریم که تا بتانیم تغییرات واقعی بیاریم. ببینین در اون پارلمان تصمیمای گرفته شده که برای مردها هم خوب نبوده، اما مردها برش رای دادن. برای انسان خوب نبوده، اما همه اینا برش رای دادن. این کارهای سیاسی است. ببینین ما وقت کار داریم که واقعا ما کار عزیزه داشته باشیم که با هم جمع شویم، مسئله زن از سیاست زبانی، سیاست قومی، سیاست مذهبی جدا بسازیم. هنوز هم امروز سیاست های بیرون از سیاست زنانه به سر ما حاکم است. مسئله زبان می، مسئله مذهب می، اینا هنوز هم تأثیر داره. من خودم عقیده دارم که تا یک چند سال دیگه مسئله زن فوق‌العاده نهادی نمیشه و فراختر میشه، زنای بیشتر از این استفاده میکنن. مخصوصا این بسته هم است با سواد. هر قدر که سواد دخترها و سواد زن بالا میره، مقدر اینا فهمشان از حقوقشان و خواستن حقوقشان میره. چیز مهم برای شخص خودم همیست که در قانون اساسی امروز گفته شده که در مقابل قانون زن و مرد افغانستان مساوی است.
من خوب یادم از اون وقت با خودم کمیشنر بودم در قانون اساسی، همه میگفتن خب ما گفتیم که همه اتباع افغانستان مساوی هستند، اما ما میخواستیم که واقعا اینجا شک ازی که ما زن به حیث اتباع افغانستان هم قبول داشته، ما ایره دیده بودیم، پیشتر مارگزیده بودیم. به مو دلیل ما اصرار کردیم که نه، باید گفته شود که مرد و زن افغان در این قانون اساسی اندازه شناخته شده. به مو دلیل از قانون خوب است، قانون اساسی خوب است، قوانین دیگر میتونه بره و بیایه، قوانین دیگر ما میتونیم که بعدا تغییر بتیم. چند چیز مهم است برای زن: حق مساوی در تعلیم، حق مساوی در کار، حق مساوی در دخالت سیاسی. اگر ما استفاده خوب، ما زنای افغانستان استفاده خوب از این سه اصل ما میکنیم، بعد از اوش به سرش ساخته میشه و ریشه پیدا میکنه. این درسته خانم گیلانی، این خیلی هم خوبه که در قانون به هر حال مستتر باشه حقوق زنان و خیلی مشخص باشه از این نظر، به خصوص تساوی حقوق زن و مرد، ولی اجراش چیز دیگه است. در قانون میتونه خیلی چیزا نوشته بشه، ولی همونطور که خودتونم گفتین بجز در بخش هایی از شهرهای بزرگ افغانستان، ولی در اکثریت دهات افغانستان این قانون که اجرا نمیشه هیچی. حتی در مواردی خشونت علیه زنان زیاده، ازدواج های اجباری و زیر سن خیلی زیاده، در بسیاری موارد زنان هیچ گونه حقی در سرنوشت و آینده خودشون ندارن. و همه اینها بحث که میشه، انتقادی که میشه اینه که طی این مدت نه دولت و نه سازمان‌های زنان و مدافعان حقوق زنان نتونستن اون نهادهای لازم رو، نهادهای مدنی لازم که از حقوق زنان دفاع بکنه، به خصوص در مناطق روستایی ایجاد بکنن. این نقطه ضعفی هستش که همه میگن در مورد. خب همه راست میگن، ما این نقطه ضعف خودم پذیرفتیم. ترس ما هم از این است، ترس ما از این است که آنچه که ما به قانون به دست آوردیم، آنچه که ما در شهرها به دست آوردیم، قبل از این که این ریشه پیدا کنه و به تمام افغانستان بره و هر زن افغانستان بتونه از او با خبر شه و از او استفاده کنه، این دوباره ریشه کن نشه. ببینین در سال 1921 زن افغان بیرون از افغانستان رفت که تعلیمات عالی بکنه. در سال 1964 زن افغان در پارلمان نشسته بود و سفیر بود و وزیر بود، در حالی که در کشورهای مثل سوئیس زن حق رأی نداشت. اما ریشکن شد. چرا ریشکن شد؟ به خاطر ای که فراخ نبود، به تمام افغانستان نرفته بود، وضع سیاسی افغانستان تغییر کرد. به مو دلیل وضع زن با وضع خوب و بد سیاسی افغانستان فوق‌العاده بسته است. دلیل بزرگی که این نتانست که فعلا تا به حال و تمام دهات بره، هنوز ازدواج های اجباری است. ازدواج اجباری تصمیم گیری توسط والدین هم برای پسر است هم برای دختر، اما بدتر برای دختر است. به سن کم اینا ازدواج میکنن. اینا نه تنها همش مخالف قانون اساسی افغانستان است، بلکه مخالف اسلام است. به می دلیل فوق العاده مهم است که کار بیشتر شود. ما اصلا ادعا نکردیم که کار کافی شده، ما اصلا ادعا نکردیم که کار ما تمام شده. ادعای من ای بوده که یک تغییر خوب آمده و برای نگهداری از این تغییر خوب ما کمک کار داریم، کمک کار داریم از خود زنای دیگه افغانستان که با صداقت کار کنن. و اگر در کار دیگه مثل خودم، کار من یک کاری است که از صبح تا به شام از ما کار میکشه، اما مسئله زن موازی به این باید فراموش نکنم. در مسئله زن هر قدر که کار داشته باشم باید وقت کافی بگذارم که آینده دخترای دیگه افغانستان شما خیلی خوب شد خانم گیلانی که این مسئله خیلی خوب شد این مسئله رو مطرح کردن در مورد نقش خودتون که باز وقت بذارید، ولی واقعا شما به اندازه کافی در مورد مسائل زنان وقت گذاشتین. خانم گیلانی شما مثلا خب خیلی فعال بود در عرصه‌های دیگه، بیش از 25 سال شما در عرصه‌های در زمان جنگ مجاهدین با نیروهای شوروی، شما در همین لندن، من خودم خیلی خوب یادمه که سخنگوی مجاهدین بودید و بسیار فعال بودید در اون عرصه‌ها، و بعدش هم که رفتید بجز زمانی که در لوی جورگه بودید در سال 2002 و بعدش هم طور که خودتون گفتید در کمیته قانون اساسی، ولی بعد از اون نقش سیاسی موثری نداشتید حتی در مسائل زنان. نه متاسفانه نه، به خاطر از این که من یک کار دارم یا هر کدام ما زنا، مشکل بزرگ اینجاست که کار به حد زیاد است.
که امکان نداره که آدم بتونه با موحدی که لازم از خود بیکار کنه که در مسئله زنم بپردازه. الحمدلله در این سه سال اخیر کوشش کردیم که مسئله زن موازی به مسئله هلال احمر افغانستان و او هم کافی فعال باشیم. اما من خودم امروز مثل که دیروز امروز روز اعترافات است، من اعتراف میکنم که در زمان جهاد مسئله حقوق بشر و مسئله حقوق زن واقعا نادیده گرفته میشد. من بسیار جوان بودم، من به اهمیتش پی نمی بردم. امروز واقعا من افسوس میکنم که همون وقت چرا من زیادتر به سر از این کار نمی کردم، چرا من زیادتر به سر از این اصرار نمی کردم. واقعا من پشیمان هستم، اما هنوز هم فرصت است. زنای خوبی در افغانستان، ولی خانم گیلانی همه تعلیمات بسیار خوب دارن. بسیار بله. خانم گیلانی، شما میگین که در زمان دوران مثلا جنگای به قول شما جهادی فعال نبودید در زمینه حقوق بشر، زیاد یه مقداری اینو بی‌اعتنا بودین بهش، یعنی مجموعه به اصطلاح جهادی ها بهش بی‌اعتنا بودن، هم به حقوق زن بی‌اعتنا نه، بی‌اعتنا نه، بی‌خبر. بسیار خوب، بی‌خبر بودید. بسیار خوب، بی‌خبر بودید. ولی شما بعد از سال 2001 فرصت خیلی مناسبی پیدا کردین برای اینکه عرصه فعال باشین، حتی جبران گذشته بکنین. شما حتی به پارلمان نرفتید، در حالی که نقش شما در پارلمان میتونست خیلی موثر باشه. خب راستش بخواین، بعد از اینکه جهاد خلاص شد، سپاه شوروی از افغانستان برآمد و جنگ، متاسفانه جنگ داخلی در افغانستان شروع شد، من دلزده شدم از سیاست. راستش حقیقتش است، به مو دلیل من رفتم به جمعیت لال احمر افغانی یا جمعیت افغانی سرمیاشت، به اونجا رفتم به خاطر از اینکه میخواستم خدمت کنم به مردم، خدمت کنم به زن و مرد و طفل بیچاره. و من بر شما میگم که در حوادث طبیعی، در حوادث جنگی، در سیلاب، هر چیز که باشه، باز قربانی اول زن و طفل است. و به اونجا در خود امیر رضا کارا و قول شما داوطلبان، داوطلبان بیشتر زن داشته باشه، بله مددکار بیشتر داشته باشیم که اینا بتونن به خانه اونجا تغییر متانستم بیارم. اصلا خود امیکار هلال احمر یک کار فوق العاده مردانه بود. بسیار مردم شک داشتن که یک زن بتونه که همچون یک مؤسسه ای را پیش ببره. الحمدلله موفقیت هلال احمر افغانی یکی از بزرگترین موفقیت های امروز افغانستان است. ما در اونجا تانستم که ثابت بسازم. یک بار نه، ده ها بار ما دیدیم که بزرگان قوم آمدن و گفتن که میخواین که کاش که دخترشان مثل ما بتانه یک روز کار کنه. و همیشه هم این فرصت میطلبم و شروع میکنم به مو نطق همیشگی خود که اولش درس است، بعدش با خبری است، بعدش این است، و از این فرصت ها استفاده میکنم. درست است که شاید در پارلمان نقش فعالتر سیاسی می داشتم، اما اکسپوژر همی که روبرو شدن با مردم عادی افغانستان در هلال احمر مدارم، این ناممکن بود که در هیچ جای افغانستان ما داشته باشم. امروز سر و کار ما با او مردم است که نه دوربین تلویزیون به اونجا رسیده میتونه به اکثر جای از اینا، نه کسی از حال از اونا خبر میشه، اما من میتونم که امرای از اونا روبرو بشینم. و اکثر وقتا وقتی که راجع به بهبود حالات زندگی از اونا صحبت میکنم، مسئله زن همیشه در اونجا کشیده. و این فقط من نیستم، زنان دیگه افغانام که وزیر هستن یا کارهای مهم دارن این کار میکنن. بسیار خب، شما در جایی گفتید خانم گیلانی که برخلاف خواهرتون که از دوران نوجوانی برای مردم کار میکرد، شما بیشتر سیاسی بودید و فکر میکردید که با سیاست میشود افغانستان را ساخت، و این یکی از اشتباه های کلانتون بوده. اشتباه بوده که فکر میکردید که به اصطلاح با سیاست نمیشه کشور رو ساخت، و شما به اشتباه فکر میکردید، یا اینکه اشتباه کردید که آدم سیاسی بودید؟ نه، اشتباه نکردم که آدم سیاسی بودم. سیاست متاسفانه در هر جای دنیا مثل امروز بیچاره افغانستان نیست. من متاسف بودم که در سیاست پیچیدم به او سیاست افغانستان، که یک راهی بود که ازش بیرون شده نمیتونستی، همه چیز دیده نمیتونستی، اما در کارهای اجتماعی همه چیز میبینی، غم مردم میبینی، دردشان میبینی، مرضشان میبینی، خوشیشان میبینی، شریک میشی به او.
من خودم اینجا خود راحت تر احساس میکنم و فکر میکنم خدمت خوب که تر میتونم بکنم، اما به خاطر پیش برده وضع زن حتما باید سیاسی بود، حتما باید به سیاست دخالت کرد و من یقین دارم که فقط علمبردار زن افغانستان می بیچاره نیست، ما زنای و دخترای جوان امروز داریم که اینا حاضر هستن که زندگی خود از دست بتن اما مسئله زن در افغانستان دوباره خراب نشه. ما خودم یک انتخاب شخصی بود که الان خود راحت تر اسم میکنم، آرام تر اسم میکنم در کارهای اجتماعی و رفاهی. خب حالا شما خیلی به نظر میرسه که پس ذهنتون نگران آینده زنان افغانستان هستید و این نگرانی البته عمومیت داره، همونطور که خودتون بهتر میدونید خانم گیلانی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه در همزمان همونطور که میبینیم که طالبان هم خیلی فعالتر شده نسبت به گذشته و از طرف دیگه آقای کرزی هم خیلی تلاش میکنه که نظر طالبان رو جلب بکنه به اینکه بیان و صلح بکنن و وارد دولت بشن، در هر دو راه همه نگرانن که ممکنه اوضاع برگرده به حالت گذشته و به خصوص تمام اون دستاوردهایی که شما بهش افتخار میکنید از دست بره. آیا شما هم نگرانی دارید در این زمینه؟ البته نگرانی دارم. من فکر میکنم که تا ای که مسئله زن در افغانستان نهادی نشوه که فکر نکنم به زندگی من متاسفانه باشه، من حتما این نگرانی رو دارم. من نگرانی من این نیست که قوای خارجی در افغانستان باشه یا نباشه، اگر امنیت خراب میشه مسئله زن بایش حتما خراب میشه. مسئله زن و امنیت با هم همیشه بسته است. ترس مزوز که امنیت خراب نشه. مسئله صلح، کیست که در افغانستان صلح نمیخواد؟ هر کس به افغانستان صلح نمیخواد. من هر روز از دقیقه‌ای که در دفتر خود میرم تا دقیقه‌ای که پس به خانه میرم، من بدبختی جنگ میبینم، مرض جنگ میبینم، خرابی جنگ میبینم. من مثل هر افغان دیگه خواستار صلح هستم. اما هیچ چیز در زندگی بدون یک قیمت نیست. با کدام قیمت؟ اگر صلح با قیمت باز به خانه قلف کردن زناست، نه تشکر، نمیخوایمش. اما مطمئن هستم که امروز یک تغییر بزرگ در افغانستان آمده. یک تعداد زیاد جوانای افغانستان، دختر و پسر، اینا تعلیمات عالی دیدن، مزه صلح نسبی اما صلح را چشیدن. اینا دیگه نمیگذارند که در افغانستان یک هایهوی برپا شود. ما امیدم زیادتر به سر از اوناست و ما درست است که کسایی داریم که مشکلات سیاسی دارن و اونا فقط پیچیدن و چسبیدن به سیاست و کارهای نظامی آینده خود میبینن، اما یک اکثریت بسیار بزرگ است که اونا در صلح میبینن. من خودم شخصا مطمئن هستم که دیگه حتی کسایی که مخالف دولت هم هستن نظرشان راجع به مسئله زن بسیار تغییر کرده. من خودم در یک مؤسسه کار میکنم که مجبور هستم که بی‌طرفی و استقلالیت مطلق ما اونجا حفظ کنم. در مناطق ما کار میکنیم که هر دو طرف به اونجا هستن و ما به اونجا ثابت ساختیم که اگر به اصول بچسبی و اصول نگهداری، ناکامی در اونجا نمی باشن. متاسفانه بی اصولی سیاسی، بی اصولی نظامی، بی اصولی زیاد شده در افغانستان. ولی ما دوباره باید به اصول خانم گیلانی، حالا شما میگین که به هر حال این نسل جوان افغانستان که به هر حال یک صلح نسبی رو تجربه کرده و آگاهی داره و باسوادتر شده نسبت به گذشته و اینا نمیذارن که به هر حال اوضاع به سابق برگرده، ولی اینا یه مقداری به نظر حرفای کلی میاد. دلیلش هم اینه که اون چیزی که واقعیت داره اینه که طالبان دارن هجوم میارن، دارن سعی میکنن موقعیتشون رو تقویت بکنن و بتونن دوباره اوضاع رو به دست بگیرن، جنگ دارن میکنن در کشور شما و همینطور اگرم که بخواد صلح بکنن اونها نمیان تن به قانون اساسی که تساوی حقوق زن و مرد رو رعایت کرده بدن، اونها قانون اساسی خودشون رو میخوان که منطبق بر اون درکی که اونها از شریعت اسلام دارن. در نتیجه وضع اونجوری نیست که به این راحتی باشه و وقتی شما میگین که اینا نمیذارن، دقیقاً به چه شکل نمیذارن که اوضاع به سابق برگرده؟ یک ایده هستن که مسائل زبانی، مسائل مذهبی و عمیق زیبایی افغانستان که به شکلهای مختلف، زبانهای مختلف، قومهای مختلف است، این ما میتونیم مثل قبل از جنگ که زیبایی افغانستان بود این تانستن به زشتی بدل کنن و از او صاحب نام شدن، از امو صاحب مقام شدن، از امو صاحب حتی ثروت شدن. یک عده به او چسبیدن، اما یک عده زیاد امروز هستن که اونا صلح میخواین.
و صلح میخواین به یک قیمت خوب، نه ای که به خاطر تمام دستاورده چند ساله ما همه از بین بره. قانون اساسی افغانستان یک قانون اساسی اسلامی است. امکان نداره که با او بتونی مخالفت کنی. ماده سیومش با اصول میگه که هیچ قانون در افغانستان ساخته نمیشانه که نمیتونه باشه که با اصول اسلام مخالف باشه. یک قانون اساسی اسلامی است. در کدام اسلام گفته که زن بدون اجازهش میتونه به یک کس نکاح شود؟ در کدام اسلام گفته که زن باید درس نخوانده؟ اینا همش عنعنه و رسومی بوده که در افغانستان متاسفانه بوده، که مطمئن هستم که اینا اکثرش دیگه مردم دانایی از ایره دارن که دوباره به او برنگردن. بسیار خوب. حالا شما رئیس هلال احمر افغانستان یا سرمیاشت اونطور که شما میگید در افغانستان هستید، و در اونجا وقتی که آدم نگاه میکنه به حوادثی که اتفاق میفته، مثلا پارسال در ولایت سرپل و تخار سیل اومد، زیادی به هر حال لطمه دیدن خیلی زیاد. در ماه آوریل امسال در ولایت بلخ با سیل اومد، زیادی کشته شدن. در وقتی آدم خبرهای اینا رو میخونه، نیروهای مختلف اونجا ازشون اسم برده میشه غیر از هلال احمر. ظاهرا یا اینکه رسانه ها از شما چی نمیگن، یا اینکه شما اونجا حضور ندارید. نه، حضور هلال احمر در همه جای است. ما بیشتر از 41,000 رضاکار یا داوطلب داریم، اختیاری کار میکنن اینا. شما اصول ما را، ما مردم از این نیستیم که بیاییم به خاطر یک کمک که میکنیم دنیا را از او با خبر بسازیم. کارای ما فقط کار عملی است که به اون میشه و مردم از او خوشحال هستن. شما بیاین از خود امی پارلمان ما بپرسین که کار سرمیاشت با کجاست، و از همه مهمتر از خود فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ بپرسین که اونا از سوئیس نظارت میکنه با کارای ما. امروز تیم سیار سیهی ما گاهی وقتا یگانه دکترایی هستند که اینا میتونن، و نرسا و واکسیناتورایی هستند که میتونن در محلای برسن که به اونجا نه دوربین میرسه و نه کسی که بیای داستان از او رو بگه. در زمان تقسیم کار که در حوادث میشه، مناطق ناامن برای سرمیاشت میتن که کار در مناطق ناامن، و این طبیعی است به خاطر اینکه از 150 سال پیش که آنری دونانت امیه نهضت صلیب و بعدن که صلیب و هلال نهضتش شد ایره شروع کردن، ما کار ما به خاطر که بی‌طرف و مستقل هستیم به جای ناامن بیشتر کار میکنیم، و در جای ناامن مطبوعات متاسفانه اکثر وقت وجود نداره. اما جایی که مطبوعات افغانستان دیده، همشان فوق العاده راضی هستند از کار هلال احمر افغانستان یا سرمیاشت، و من میتونم که ایره یک چالش بتون به هر کس به هر جای دنیا که بیاین و مطالعه کنن و مقایسه کنن کار ما را با هر جمعیت ملی در منطقه ما. خانم گیلانی، یک انتقادی که معمولا از افغانستان میشه و اون بخشی از اون مجموعه فساد اداری و دولتی که ازش اسم برده میشه، یکیش هم قومگراییه، یعنی اینکه هر وزیر و وکیلی که در هر جایی که هست بهش اتهام زده میشه که اون از اقوام خودشون، مثلا اگر پشتونه همه پشتونها رو استخدام میکنه و بده کار میگیره، اگر که تاجیکه تاجیکا رو، و اگر ازبکه ازبکا رو. حالا به هر حال این اتهامیه که در مجموعه افغانستان زده میشه. شما در هلال احمر تا چه اندازه این توازن قومی رو رعایت کردین و میکنید؟ اولی که این تومت ها به من زده نمیشه، برای از اینکه من سید هستم، عربا هم کوچکترین اقلیت افغانستان است. اما از شوخی گذشته، فوق العاده برای من مهم است که شایسته سالاری باشم. من برای شما یک مثال میتونم. پارسال رئیس مالی و اداری ما آمد و گفت که متوجه شده که اکثریت کسایی که در 6 ماه در سرمیاشت مقرر شدن به کارهای شروع میکنن کاره، اکثریت هزاره هستند. من ازش پرسیدم که آیا ایره بر خاطر قومگرایی آوردیم؟ گفت نه، به امتحان آمدن. گفتم به امتحان که آمده خوش آمده. برای من اصل شایسته سالاری فوق‌العاده مهم است. در سرمیاشت یا در هر جای دیگه امکان نداره که شما بتونین کار قومگرایی اینا رو بکنین، مگر در مناطقی است که در اون مناطق کسی بیرونی رو اونا قبول نمیکنن.
یک مناطق مشکل است که به اونجا کسی که رئیس سرمیاشت فلان ولایت میشه او باید شناخت خوب از ولایت خود داشته باشه و چون به هر دو طرف کار میکنه هم به طرف دولت و هم به طرف مخالفین دولت باید این اشخاصی باشه که شناخته شده و قبول شده به طرفشون از طرف هم است. گاهی وقتا ما مجبور میشیم که از امو قوم و از امو ولایت نفرش بگیریم. به غیر از او هر کسی که به امتحان کامیاب شده و بعضی وقتا فکر نکنید که من مشکلات نداشتیم، مشکلات داشتیم. بعضی وقتا شده که حتی از یک ولایت آمدن گفتن که به ولایت من نفر نبود که تو مثلا در اروزگان یک لغمانی را فرستادی. گفتم من اعلان کردم به رادیو، آمدن اینا امتحان دادن و یک لغمانی به اونجا کامیاب شد. می آمد یک نفر از اروزگان کامیاب می شد. این یک مثال بر شما می تونم. ما کوشش آخر خود کردیم که مسئله قومی و مسئله زبانی را در هلال احمر افغانستان داخل نکنم و اساس شایسته سالاری باشه. بعض وقتا اگر مسئله قوم بوده بخاطر کار بوده، نه خب خانم گیلانی 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، اگه خیلی کوتاه به من جواب بدید که شما پیشتر گفتین که اینجا جاییه که شما کار میکنین که تماس نزدیک دارین و به خصوص در مورد مسائل زنان تماس مستقیم دارین، دقیقاً از طریق کاری که شما میکنین چه کار برای زنان میکنید؟ به مسئله صحیشان خبر از اینا، از حوادث و خبر از اینا به مسائل که بر آیندهشان خطر میده، مثلا خطرات ماین اونجا بسیار مهم است و زنان نقش فوق‌العاده بازی میکنن برای اینکه اولاد خود خبر میتن. پیش خبری از سیلاب ها یا حوادث دیگه طبیعی، زن اگر با خبر میشه و تمام خانواده خود نجات میده. و از همه مهمتر ما به خبرهایی که به لیفلت هایی که به اونا میتیم مسئله سواد آموزی به سرش بسیار ما تکرار میکنیم. تمام کلوب های جوانای ما که همه رضاکاران است و در هر جای افغانستان است، ما کلاس های مفت داریم برای سواد آموزی به عموم، مخصوصا سواد آموزی برای زن. حتی حاضر هستیم به خانه های زنا بریم و برای از اونا سواد آموزی توسط رضاکارای خود بتیم. خیلی متشکرم خانم فاطمه گیلانی از شرکتتون در برنامه. ممنونم از شما. تشکر از شما. مهمان من سالها در عرصه های سیاسی و اجتماعی افغانستان فعال بوده و همکنون رئیس یک نهاد مهم خدماتی در افغانستان است. در دانشگاه ملی ایران لیسانس و فوق لیسانس در ادبیات فارسی گرفته و در مسلم کالج لندن فوق لیسانس در رشته مطالعات اسلامی. در دوران جنگ گروه های مجاهدین افغان علیه نیروهای شوروی برای چند سال سخنگوی اونها در لندن بود. میگوید یکی از مهمترین دستاوردهای 10 سال اخیر در افغانستان پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف بوده، ولی نقش خود او در این موفقیت‌ها چه بوده؟ آیا با خروج نیروهای خارجی از کشورش این دستاوردها را در خطر نمی‌بیند؟ خانم فاطمه گیلانی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. خانم گیلانی، شما در مصاحبه گفتید که مسئله زن در افغانستان یکی از افتخارهای بزرگ 10 سال گذشته است. دقیقا منظورتون چیه؟ در کدام عرصه زنان باعث افتخار بودند؟ خب شما ببینین، اگر ما تغییرات بزرگی که در افغانستان در 12 سال اخیر آمده یا 11 سال اخیر، به نظر من حقوق بشر، حقوق زن و آزادی کلام، آزادی سخن یکی از مهمترین کارهای بوده که شده. درست است که در همه افغانستان نیست، اما در قانون اساسی جای داره و هم تغییرات بزرگ در شهرها آمده. زنان امروز اگر شما مقایسه کنین با زنان 13 سال پیش اصلا مقایسه نمیشه. زن 13 سال پیش حتی نمیتونست پیش دکتر خودش بره، درس نمیتونست بخونه، دانشگاه نمیتونست بره، نمیتونست که حتی یک کار عادی زندگی خود بیرون از خانه بکنه. امروز ما زن افغان داریم که استاد است، زن افغان داریم که دیپلمات است، سفیر است، وزیر است. در پارلمان بیش از 25% کرسی ها را زن افغان در اونجا هست
و کارهای مهم هر روز زندگی یک سیش به دست زن است. البته باز میگم که در شهرها امروز یک واقعیت داره، اما بیرون از شهرها مخصوصا در دهات هنوز واقعیت پیدا نکرده. به مو خاطر ترس ما میست که باز دوباره ریشه این باد نبره و به هوا نشه. و حالا خانم گیلانی، درسته این مسائلی که شما گفتین و به خصوص در مورد پارلمان که 25% زنان در پارلمان زنان هستند، ولی بعضی ها انتقاد میکنن که نقش به خصوص زنان در پارلمان یک نقش فعال و مؤثری نیست، بیشتر سوریه. نمونه هم میارن که در مواردی که حتی لوایحی که علیه زن بوده در پارلمان مطرح شده و این زنها نه تنها علیه اون بلند نشدن، بلکه در موارد حتی رأی دادن بهش. یعنی اینکه زن در اونجا هست درسته، ولی نقش خودش رو ایفا نمیکنه در اونجا، و این میگن که این نقطه ضعفه و 10 سال فرصت زیادی بوده برای زنان که ازش استفاده نشده به اندازه کافی. من فکر نمی کنم که 10 سال فرصت زیاده بوده باشه. وقتی که ما 10 یا 11 یا 12 سال پیش آمدیم، ما 24 سال جنگ گذشتانده بودیم. همه چیز خراب شده بود. ما وقت کار داریم که تا بتانیم تغییرات واقعی بیاریم. ببینین در اون پارلمان تصمیمای گرفته شده که برای مردها هم خوب نبوده، اما مردها برش رای دادن. برای انسان خوب نبوده، اما همه اینا برش رای دادن. این کارهای سیاسی است. ببینین ما وقت کار داریم که واقعا ما کار ازیده داشته باشیم که با هم جمع شویم، مسئله زن از سیاست زبانی، سیاست قومی، سیاست مذهبی جدا بسازیم. هنوز هم امروز سیاست های بیرون از سیاست زنانه به سر ما حاکم است. مسئله زبان می، مسئله مذهب می، اینا هنوز هم تأثیر داره. من خودم عقیده دارم که تا یک چند سال دیگه مسئله زن فوق‌العاده نهادی نمیشه و فراختر میشه، زنای بیشتر از این استفاده میکنن. مخصوصا این بسته هم است با سواد. هر قدر که سواد دخترها و سواد زن بالا میره، مقدر اینا فهمشان از حقوقشان و خواستن حقوقشان میره. چیز مهم بر شخص خودم هم ایست که در قانون اساسی امروز گفته شده که در مقابل قانون زن و مرد افغانستان مساوی است. من خوب یادم از اون وقت، من خودم کمیشنر بودم در قانون اساسی، همه میگفتن خب ما گفتیم که همه اتباعی افغانستان مساوی هستند، اما ما میخواستیم که واقعا اینجا شک ازی که ما زن به حیث اتباعی افغانستان هم قبول داشته، ما ایره دیده بودیم، پیشتر مارگزیده بودیم. به مو دلیل ما اصرار کردیم که نه، باید گفته شود که مرد و زن افغان در این قانون اساسی اندازه شناخته شده. به مو دلیل از قانون خوب است، قانون اساسی خوب است، قوانین دیگر میتونه بره و بیایه. قوانین دیگر ما میتونیم که بعدا تغییر بتیم. چند چیز مهم است برای زن: حق مساوی در تعلیم، حق مساوی در کار، حق مساوی در دخالت سیاسی. اگر ما استفاده خوب، ما زنای افغانستان استفاده خوب از این سه اصل ما میکنیم، بعد از اوش به سرش ساخته میشه و ریشه پیدا میکنه. این درسته خانم گیلانی، این خیلی هم خوبه که در قانون به هر حال مستتر باشه حقوق زنان و خیلی مشخص باشه از این نظر، به خصوص تساوی حقوق زن و مرد. ولی اجراش یه چیز دیگه است. در قانون میتونه خیلی چیزا نوشته بشه، ولی همونطور که خودتونم گفتین، بجز در بخش هایی از شهرهای بزرگ افغانستان، ولی در اکثریت دهات افغانستان این قانون که اجرا نمیشه هیچی. حتی در مواردی خشونت علیه زنان زیاده، ازدواج های اجباری و زیر سن خیلی زیاده، در بسیاری موارد زنان هیچ گونه حقی در سرنوشت و آینده خودشون ندارن. و همه اینها بحث که میشه، انتقادی که میشه اینه که طی این مدت نه دولت و نه سازمان‌های زنان و مدافعان حقوق زنان نتونستن اون نهادهای لازم رو، نهادهای مدنی لازم که از حقوق زنان دفاع بکنه، به خصوص در مناطق روستایی ایجاد بکنن. این نقطه ضعفی هستش که همه میگن در مورد. خب همه راست میگن، ما این نقطه ضعف خودم پذیرفتیم. ترس ما هم از این است. ترس ما از این است که آنچه که ما به قانون به دست آوردیم، آنچه که ما در شهرها به دست آوردیم، قبل از این که این ریشه پیدا کنه و به تمام افغانستان بره و هر زن افغانستان بتونه از او با خبر شه و از او استفاده کنه، این دوباره ریشه کن نشه. ببینین
در سال 1921 زن افغان بیرون از افغانستان رفت که تعلیمات عالی بکنه. در سال 1964 زن افغان در پارلمان نشسته بود و سفیر بود و وزیر بود، در حالی که در کشورهای مثل سوئیس زن حق رأی نداشت. اما ریشه‌کن شد. چرا ریشه‌کن شد؟ به خاطر ای که فراخ نبود، به تمام افغانستان نرفته بود، وضع سیاسی افغانستان تغییر کرد. به مو دلیل وضع زن با وضع خوب و بد سیاسی افغانستان فوق‌العاده بسته است. دلیل بزرگی که این نتانست که فعلا تا به حال و تمام دهات بره، هنوز ازدواج های اجباری است. ازدواج اجباری تصمیم گیری توسط والدین هم برای پسر است هم برای دختر، اما بدتر برای دختر است. به سن کم اینا ازدواج میکنن. اینا نه تنها همش مخالف قانون اساسی افغانستان است، بلکه مخالف اسلام است. به می دلیل فوق العاده مهم است که کار بهتر شود. ما اصلا ادعا نکردیم که کار کافی شده، ما اصلا ادعا نکردیم که کار ما تمام شده. ادعای من ای بوده که یک تغییر خوب آمده و برای نگهداری از این تغییر خوب ما کمک کار داریم. کمک کار داریم از خود زنهای دیگه افغانستان که با صداقت کار کنن، و اگر در کار دیگه مثل خودم، کار من یک کاری است که از صبح تا به شام از ما کار میکشه. اما مسئله زن موازی به این باید فراموش نکنم. در مسئله زن هر قدر که کار داشته باشم باید وقت کافی بگذارم که آینده دخترای دیگه افغانستان خیلی خوب شد خانم گیلانی که این مسئله خیلی خوب شد این مسئله رو مطرح کردن در مورد نقش خودتون که باز وقت بذارید، ولی واقعا شما به اندازه کافی در مورد مسائل زنان وقت گذاشتین. خانم گیلانی شما مثلا خب خیلی فعال بود در عرصه‌های دیگه، بیش از 25 سال شما در عرصه‌های در زمان جنگ مجاهدین با نیروهای شوروی، شما در همین لندن، من خودم خیلی خوب یادمه که سخنگوی مجاهدین بودید و بسیار فعال بودید در اون عرصه‌ها، و بعدش هم که رفتید بجز زمانی که در لوی جرگه بودید در سال 2002 و بعدش هم طور که خودتون گفتید در کمیته قانون اساسی، ولی بعد از اون نقش سیاسی موثری نداشتید حتی در مسائل زنان. نه متاسفانه نه، به خاطر از اینکه من یک کار دارم، یا هر کدام ما زنا، مشکل بزرگ اینجا است که کار به حد زیاد است که امکان نداره که آدم بتونه با مو حدی که لازم از خود بیکار کنه که در مسئله زنم بپردازه. الحمدلله در این سه سال اخیر کوشش کردیم که مسئله زن موازی به مسئله هلال احمر افغانستان و او هم کافی فعال باشیم. اما من خودم امروز مثل که دیروز امروز روز اعترافات است، من اعتراف میکنم که در زمان جهاد مسئله حقوق بشر و مسئله حقوق زن واقعا نادیده گرفته می شد. من بسیار جوان بودم، من به اهمیتش پی نمی بردم. امروز واقعا من افسوس می کنم که همون وقت چرا من زیادتر به سر از این کار نمی کردم، چرا من زیادتر به سر از این اصرار نمی کردم. واقعا من پشیمان هستم، اما هنوزم فرصت است. زنای خوبی در افغانستان، ولی خانم گیلانی همه تعلیمات بسیار خوب دارن. بسیار خوب. خانم گیلانی شما میگین که در زمان دوران مثلا جنگای به قول شما جهادی فعال نبودید در زمینه حقوق بشر، زیاد یه مقداری اینو بی‌اعتنا بودین بهش، یعنی مجموعه به اصطلاح جهادی ها بهش بی‌اعتنا بودن، هم به حقوق زن. بی‌اعتنا نه، بی‌اعتنا نه، بی‌خبر. بسیار خوب، بی‌خبر بودید. بسیار خوب، بی‌خبر بودید. ولی شما بعد از سال 2001 فرصت خیلی مناسبی پیدا کردین برای اینکه عرصه فعال باشین، حتی جبران گذشته بکنین. شما حتی به پارلمان نرفتید در حالی که نقش شما در پارلمان میتونست خیلی موثر باشه. خب راستش بخواین بعد از اینکه جهاد خلاص شد، سپاه شوروی از افغانستان برآمد و جنگ، متاسفانه جنگ داخلی در افغانستان شروع شد، من دلزده شدم از سیاست. راستش حقیقتش است. به مو دلیل من رفتم به جمعیت هلال احمر افغانی یا جمعیت افغانی سرمیاشت. به اونجا رفتم به خاطر از اینکه میخواستم خدمت کنم به مردم، خدمت کنم به زن و مرد و طفل بیچاره. و من بر شما میگم که در حوادث طبیعی، در حوادث جنگی، در سیلاب، هر چیز که باشه، باز قربانی اول زن و طفل است. و به اونجا در خود امیر رضا کارا و قول شما داوطلبان، داوطلبان بیشتر زن داشته باشیم، بله مددکار بیشتر داشته باشیم که اینا بتونن به خانه اونجا تغییر متانستم بیارم.
اصلا خود امی کار هلال احمر یک کار فوق العاده مردانه بود. بسیار مردم شک داشتن که یک زن بتونه که امچنین یک مؤسسه ای را پیش ببره. الحمدلله موفقیت هلال احمر افغانی یکی از بزرگترین موفقیت های امروز افغانستان است. ما در اونجا تانستم که ثابت بسازم. یک بار نه، ده ها بار ما دیدیم که بزرگان قوم آمدن و گفتن که می خواین که کاش که دخترشان مثل ما بتانه یک روز کار کنه. و همیشه هم این فرصت می طلبم و شروع می کنم به مو نطق همیشگی خود که اولش درس است، بعدش با خبریست، بعدش این است و از این فرصت ها استفاده می کنم. درست است که شاید در پارلمان نقش فعالتر سیاسی می داشتم، اما اکسپوژر همی که روبرو شدن با مردم عادی افغانستان در هلال احمر مدارم، این ناممکن بود که در هیچ جای افغانستان ما داشته باشم. امروز سر و کار ما با اون مردم است که نه دوربین تلویزیون به اونجا رسیده میتونه به اکثر جای از اینا، نه کسی از حال از اونا خبر میشه، اما من میتونم که امروز از اونا روبرو بشینم. و اکثر وقتا وقتی که راجع به بهبود حالات زندگی از اونا صحبت میکنم، مسئله زن همیشه در اونجا کشیده. و این فقط من نیستم، زنان دیگه افغانام که وزیر هستن یا کارهای مهم دارن این کار میکنن. بسیار خوب، شما در جایی گفتید خانم گیلانی که برخلاف خواهرتون که از دوران نوجوانی برای مردم کار میکرد، شما بیشتر سیاسی بودید و فکر میکردید که با سیاست میشود افغانستان را ساخت و این یکی از اشتباه های کلانتون بوده. اشتباه بوده که فکر میکردید که به اصطلاح با سیاست نمیشه کشور رو ساخت و شما به اشتباه فکر میکردید، یا اینکه اشتباه کردید که آدم سیاسی بودید؟ نه، اشتباه نکردم که آدم سیاسی بودم. سیاست متاسفانه در هر جای دنیا مثل امروز بیچاره افغانستان نیست. من متاسف بودم که در سیاست پیچیدم به او سیاست افغانستان که یک راهی بود که ازش بیرون شده نمیتونستی، همه چیز دیده نمیتونستی، اما در کارهای اجتماعی همه چیز میبینی، غم مردم میبینی، دردشان میبینی، مرضشان میبینی، خوشیشان میبینی، شریک میشی به او. من خودم اینجا خود راحت تر احساس میکنم و فکر میکنم خدمت خوب که تر میتونم بکنم. اما به خاطر پیش برده وضع زن حتما باید سیاسی بود، حتما باید به سیاست دخالت کرد. و من یقین دارم که فقط علمبردار زن افغانستان من بیچاره نیست، ما زنای و دخترای جوان امروز داریم که اینا حاضر هستن که زندگی خود از دست بدن، اما مسئله زن در افغانستان دوباره خراب نشه. ما خودم یک انتخاب شخصی بود که الان خود راحت تر اسم میکنم، آرام تر اسم میکنم در کارهای اجتماعی و رفاهی. خب حالا شما خیلی به نظر میرسه که پس ذهنتون نگران آینده زنان افغانستان هستید و این نگرانی البته عمومیت داره، همونطور که خودتون بهتر میدونید خانم گیلانی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه در همزمان همونطور که میبینیم که طالبان هم خیلی فعالتر شده نسبت به گذشته و از طرف دیگه آقای کرزایی هم خیلی تلاش میکنه که نظر طالبان رو جلب بکنه به اینکه بیان و صلح بکنن و وارد دولت بشن. در هر دو راه همه نگرانن که ممکنه اوضاع برگرده به حالت گذشته و به خصوص تمام اون دستاوردهایی که شما بهش افتخار میکنید از دست بره. آیا شما هم نگرانی دارید در این زمینه؟ البته نگرانی دارم. من فکر میکنم که تا ای که مسئله زن در افغانستان نهادی نشه، که فکر نکنم به زندگی من متاسفانه باشه، من حتما این نگرانی رو دارم. من نگرانی من این نیست که قوای خارجی در افغانستان باشه یا نباشه. اگر امنیت خراب میشه، مسئله زن بایش حتما خراب میشه. مسئله زن و امنیت با هم همیشه بسته است. ترس مزدوز که امنیت خراب نشه. مسئله صلح، کیست که در افغانستان صلح نمیخواد؟ هر کس به افغانستان صلح نمیخواد. من هر روز از دقیقه که در دفتر خود میرم تا دقیقه که پس به خانه میرم، من بدبختی جنگ میبینم، مرض جنگ میبینم، خرابی جنگ میبینم. من مثل هر افغان دیگه خواستار صلح هستم. اما هیچ چیز در زندگی بدون یک قیمت نیست. با کدام قیمت؟ اگر صلح با قیمت باز به خانه قلف کردن زن است، نه تشکر نمیخوایمش. اما مطمئن هستم که امروز یک تغییر بزرگ در افغانستان آمده. یک تعداد زیاد جوانای افغانستان، دختر و پسر، اینا تعلیمات عالی دیدن، مزه صلح نسبی
اما صلح را چشیدن اینا دیگه نمیگذارند که در افغانستان یک هایهوی برپا شود. ما امیدیم زیادتر به سر از اوناست و ما درست است که کسایی داریم که مشکلات سیاسی دارن و اونا فقط پیچیدن و چسبیدن به سیاست و کارهای نظامی آینده خود میبینن، اما یک اکثریت بسیار بزرگ است که اونا در صلح میبینن. ما خودم شخصا مطمئن هستم که دیگه حتی کسایی که مخالف دولت هم هستن نظرشان راجع به مسئله زن بسیار تغییر کرده. ما خودم در یک مؤسسه کار میکنم که مجبور هستم که بی‌طرفی و استقلالیت مطلق ما اونجا حفظ کنم. در مناطق ما کار میکنیم که هر دو طرف به اونجا هستن و ما به اونجا ثابت ساختیم که اگر به اصول بچسبی و اصول نگهداری ناکامی در اونجا نمی باشن. متاسفانه بی اصولی سیاسی، بی اصولی نظامی، بی اصولی زیاد شده در افغانستان. ولی ما دوباره باید با اصول خانم گیلانی، حالا شما میگین که به هر حال این نسل جوان افغانستان که به هر حال یک صلح نسبی رو تجربه کرده و آگاهی داره و باسوادتر شده نسبت به گذشته و اینا نمیذارن که به هر حال اوضاع به سابق برگرده. ولی اینا یه مقداری به نظر حرفای کلی میاد. دلیلش هم اینه که اون چیزی که واقعیت داره اینه که طالبان دارن هجوم میارن، دارن سعی میکنن موقعیتشون رو تقویت بکنن و بتونن دوباره اوضاع رو به دست بگیرن. جنگ دارن میکنن در کشور شما و همینطور اگر هم که بخواد صلح بکنن اونها نمیان تن به قانون اساسی که تساوی حقوق زن و مرد رو رعایت کرده بدن. اونها قانون اساسی خودشون رو میخوان که منطبق بر اون درکی که اونها از شریعت اسلام دارن. در نتیجه وضع اونجوری نیست که به این راحتی باشه. و وقتی شما میگین که اینا نمیذارن، دقیقاً به چه شکل نمیذارن که اوضاع سابق برگرده؟ یک ایده هستن که مسائل زبانی، مسائل مذهبی و عمیق زیبایی افغانستان که به شکلهای مختلف، زبانهای مختلف، قومهای مختلف است، این ما میتونیم مثل قبل از جنگ که زیبایی افغانستان بود این تانستن به زشتی بدل کنن و از او صاحب نام شدن، از امو صاحب مقام شدن، از امو صاحب حتی ثروت شدن. یک عده به او چسبیدن، اما یک عده زیاد امروز هستن که اونا صلح میخواین و صلح میخواین به یک قیمت خوب، نه ای که به خاطر تمام دستاورده چند ساله ما همه از بین بره. قانون اساسی افغانستان یک قانون اساسی اسلامی است. امکان نداره که به او بتانی مخالفت کنی. ماده سیومش با اصول میگه که هیچ قانون در افغانستان ساخته نمیشونه که نمیتونه باشه که با اصول اسلام مخالف باشه. یک قانون اساسی اسلامی است. در کدام اسلام گفته که زن بدون اجازهش میتونه به یک کس نکاح شود؟ در کدام اسلام گفته که زن باید درس نخونده؟ اینا همش عنعنه و رسومی بوده که در افغانستان متاسفانه بوده که مطمئن هستم که اینا اکثرش دیگه مردم دانایی از ایره دارن که دوباره به او بر نگردن. بسیار خوب. حالا شما رئیس هلال احمر افغانستان یا سرمیاشت اونطور که شما میگید در افغانستان هستید و در اونجا وقتی که آدم نگاه میکنه به حوادثی که اتفاق میفته، مثلا پارسال در ولایت سرپل و تخار سیل اومد، زیادی به هر حال لطمه دیدن خیلی زیاد. در ماه آوریل امسال در ولایت بلخ با سیل اومد زیادی کشته شدن. در وقتی آدم خبرهای اینا رو میخونه، نیروهای مختلف اونجا ازشون اسم برده میشه غیر از هلال احمر. ظاهرا یا اینکه رسانه ها از شما چی نمیگن یا اینکه شما اونجا حضور ندارید. نه، حضور هلال احمر در همه جای است. ما بیشتر از 41,000 رضاکار یا داوطلب داریم، اختیاری کار میکنن اینا. شما اصول ما را، ما مردم از این نیستیم که بیاییم به خاطر یک کمکی که میکنیم دنیا را از او با خبر بسازیم. کارهای ما فقط کار عملی است که به اون میشه و مردم از او خوشحال هستند. شما بیاین از خود امی پارلمان ما بپرسین که کار سرمیاشت با کجاست و از همه مهمتر از خود فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ بپرسین که اونا از سوئیس نظارت میکنه با کارهای ما. امروز تیم سیار سیهی ما گاهی وقتا یگانه دکترایی هستند که اینا میتونن و نرسا و واکسیناتورایی هستند که میتونن در محلای برسن که به اونجا نه دوربین میرسه و نه کسی که بیاید داستان از او رو بگه. در زمان تقسیم کار
که در حوادث میشه مناطق ناامن برای سرمیاشت میتن که کار در مناطق ناامن و این طبیعی است به خاطر اینکه از 150 سال پیش که آنری دونانت امی نهضت صلیب و بعدن که صلیب و هلال نهضت شد ایره شروع کردن ما کار ما به خاطر که بی‌طرف و مستقل هستیم به جای ناامن بیشتر کار میکنیم و در جای ناامن مطبوعات متاسفانه اکثر وقت وجود نداره اما جایی که مطبوعات افغانستان دیده همشان فوق العاده راضی هستند از کار هلال احمر افغانستان یا سرمیاشت و من میتونم که ایره یک چالش بتون به هر کس به هر جای دنیا که بیاین و مطالعه کنن و مقایسه کنن کار ما را با هر جمعیت ملی در منطقه ما. خانم گیلانی، یک انتقادی که معمولا از افغانستان میشه و اون بخشی از اون مجموعه فساد اداری و دولتی که ازش اسم برده میشه، یکیش هم قومگراییه، یعنی اینکه هر وزیر و وکیلی که در هر جایی که هست بهش اتهام زده میشه که اون از اقوام خودشون، مثلا اگر پشتونه همه پشتونها رو استخدام میکنه و بیکار میگیره، اگر که تاجیکه تاجیکا رو و اگر ازبکه ازبکا رو. حالا به هر حال این اتهامیه که در مجموعه افغانستان زده میشه. شما در هلال احمر تا چه اندازه این توازن قومی رو رعایت کردین و میکنید؟ اولی که ای تومت ها به من زدن همیشه برای از این که من سید هستم، عربا کوچکترین اقلیت افغانستان است، اما از شوخی گذشته فوق العاده برای من مهم است که شایسته سالاری باشم. من برای شما یک مثال میتونم. پارسال رئیس مالی و اداری ما آمد و گفت که متوجه شده که اکثریت کسایی که در شش ماه در سرمیاشت مقرر شدن به کارهای شروع میکنن کاره، اکثریت هزاره هستن. من ازش پرسیدم که آیا ایره بر خاطر قومگرایی آوردیم؟ گفت نه، به امتحان آمدن. گفتم به امتحان که آمده خوش آمده. برای من اصل شایسته سالاری فوق‌العاده مهم است. در سرمیاشت یا در هر جای دیگه امکان نداره که شما بتونین کار قومگرایی اینا را بکنین، مگر در مناطقی است که در اون مناطق کسی بیرونی را اونا قبول نمیکنن. یک مناطق مشکل است که به اونجا کسی که رئیس سرمیاشت فلان ولایت میشه او باید شناخت خوب از ولایت خود داشته باشه و چون به هر دو طرف کار میکنه، هم به طرف دولت و هم به طرف مخالفین دولت، باید این اشخاصی باشه که شناخته شده و قبول شده به طرفشون از طرف هم است. گاهی وقتا ما مجبور میشیم که از امو قوم و از امو ولایت نفرشه بگیریم. به غیر از او هر کسی که به امتحان کامیاب شده و بعضی وقتا فکر نکنید که من مشکلات نداشتیم، مشکلات داشتیم. بعضی وقتا شده که حتی از یک ولایت آمدن گفتن که به ولایت من نفر نبود که تو مثلا در اروزگار یک لغمانی را فرستادی. گفتم من اعلان کردم به رادیو، آمدن اینا امتحان دادن و یک لغمانی به اونجا کامیاب شد. می آمد یک نفر از اروزگان کامیاب می شد. این یک مثال برای شما می تونم. ما کوشش آخر خود کردیم که مسئله قومی و مسئله زبانی را در هلال احمر افغانستان داخل نکنم و اساس شایسته سالاری باشه. بعضی وقتا اگر مسئله قوم بوده بخاطر کار بوده، نه خب بخاطر. خانم گیلانی، 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. اگه خیلی کوتاه به من جواب بدید که شما پیشتر گفتین که اینجا جاییه که شما کار میکنین که تماس نزدیک دارین و به خصوص در مورد مسائل زنان تماس مستقیم دارین، دقیقا از طریق کاری که شما میکنین چه کار برای زنان میکنید؟ به مسئله صحیشان خبر از اینا، از حوادث و خبر از اینا به مسائل که بر آیندهشان خطر میده، مثلا خطرات ماین اونجا بسیار مهم است و زنان نقش فوق العاده بازی میکنن برای اینکه اولاد خود خبر میدن. پیش خبری از سیلاب ها یا حوادث دیگه طبیعی، زن اگر با خبر میشه و تمام خانواده خود نجات میده. و از همه مهمتر ما به خبرهایی که به لیفلت هایی که به اونا میتیم مسئله سواد آموزی به سرش بسیار ما تکرار میکنیم. تمام کلوب های جوانای ما که همه رضاکاران است و در هر جای افغانستان است، ما کلاس های مفت داریم برای سواد آموزی به عموم، مخصوصا سواد آموزی برای زن. حتی حاضر هستیم به خانه های زنا بریم و برای از اونا سواد آموزی توسط رضاکارای خود بتیم. خیلی متشکرم خانم فاطمه گیلانی از شرکتتون در برنامه. ممنونم از شما. تشکر از شما.